با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستین. در همین ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن خواهش کنم که لطفاً ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنن. در این ویدیو میخوایم از غذاهایی که میل شما را به شیرینی‌جات کمتر میکنن صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. هوس مصرف شکر و شیرینی در افراد و مخصوصا در زنان رایج است. 97% زنان و 68% مردان هوس خوردن بعضی غذاها از جمله غذاهای شیرین به سرشان میزند. میل به مصرف شکر فرد را ترغیب میکند تا چیز شیرین بخورد و مقاومت در برابر این وسوسه کار دشواری است. این هم میتواند منجر به بروز اختلال غذایی بینگ یا مصرف بیش از حد کالری شود. خوشبختانه برخی غذاها میتوانند میلتان را به خوردن زیاد شکر سرکوب کنند. در ادامه در این ویدیو بهتون این غذاها را معرفی میکنیم. 1. میوه ها. بسیاری از افراد برای برطرف کردن میلشان به شیرینی‌جات به سراغ غذاهای سرشار از چربی و شکر مانند شکلات میروند. در این مواقع مصرف میوه ها میتواند بهترین راه برای تامین نیازتان به خوردن غذاهای شیرین و جلوگیری از مصرف تنقلات و غذاهای کم ارزش باشد. با اینکه میوه ها ذاتاً شیرین هستند ولی سرشار از ترکیبات مفید گیاهی و فیبرند و میتوانند به حفظ سلامت کمک کنند. برای رفع میلتان به شیرینی‌جات بهتر است از میوه های مانند انگور و انبه که طعم شیرین تری دارند استفاده کنید. اگر علاوه بر میلتان به مصرف شیرینی‌جات احساس گرسنگی نیز می کنید، کمی ماست به میوه‌تان اضافه کنید تا آن را به عنوان میان وعده سالم تبدیل کنید. 2. میوه های خانواده بری. میوه های خانواده بری گزینه عالی و مغذی برای رفع میلتان به شیرینی‌جات هستند. تمشک، توت فرنگی، آلبالو و گیلاس نمونه هایی از میوه های خانواده بری هستند. این میوه ها محتوی مقدار زیادی فیبرند و قند کمی دارند. اگر عادت کرده اید که در برخی موقعیت ها حتما از شیرینی‌جات استفاده کنید، این میوه ها به گزینه عالی تبدیل می شوند. به عنوان مثال اگر عادت دارید در حین تماشای تلویزیون چیز شیرینی بخورید، بهتر است به سراغ میوه های خانواده بری بروید. علاوه بر این میوه های بری سرشار از ترکیبات گیاهی مفیدی هستند که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارند. بدین ترتیب این میوه ها می توانند خطر بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی و دیابت را کاهش بدهند. 3. شکلات تلخ. شکلات یکی از رایج ترین انتخاب هایی است که افراد به خصوص زنان در زمان میل به مصرف شیرینی‌جات به سراغشان می روند. با این حال بهتر از زمانی که هوس خوردن شکلات به سرتان زد، نسخه سالم آن یعنی شکلات تلخ را مصرف کنید. شکلات تلخ شکلاتی است که بیش از 70% آن از کاکائو تشکیل شده است. همچنین شکلات تلخ محتوی ترکیبات مفید گیاهی به نام پنیفونون ها هستند. برخی مطالعات نشان می دهند که خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی پنیفونون ها می تواند شاخص های مربوط به سلامت قلب را بهبود دهد. البته شکلات تلخ نیز مانند شکلات معمولی محتوی مقداری شکر و چربی هست. بنابراین بهتر است در مصرف آن زیاده روی نکنید. 4. دانه چیا. دانه چیا منبع خوبی از مواد مغذی ضروری مانند اسیدهای چرب امگا 3، فیبر محلول و برخی ترکیبات مفید گیاهی است. در واقع 40% دانه چیا را فیبر محلول تشکیل می دهد. این نوع از فیبر با جذب آب و تشکیل ماده ژله‌ای شکل در معده شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه می دارد و از میلتان به شیرینی‌جات کم می کند. دانه چیا قابلیت استفاده در غذاهای مختلف را دارد. بنابراین اگر بخواهید با تهیه یک دسر میلتان به مصرف شیرین را سرکوب کنید، پودینگ چیا گزینه‌ای بسیار مناسب است. 5. آدامس یا قرصای نعنای بدون شکر. مصرف آدامس رای مناسبی برای رفع میل به شیرینی‌جات است. آدامس ها و قرصای نعنای ساخته شده با شیرین کننده های مصنوعی طعم شیرینی دارند، ولی مقدار کالریشان بسیار پایین و شکر ندارند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که مصرف آدامس می‌تواند به کنترل گرسنگی و کاهش میل به غذاهای سرشار از کربوهیدرات نیز کمک کند. مصرف آدامس بعد از غذا علاوه بر کمک به رفع میل به شیرینی‌جات می‌تواند به سلامت دندان‌ها نیز کمک کند. 6. حبوبات.
حبوباتی مانند عدس، لوبیا و نخود منابع گیاهی خوبی برای تامین فیبر و پروتئین مورد نیاز بدنتان هستند. یک فنجان عدس محتوی 18 گرم پروتئین و 16 گرم فیبر است. هر دوی این مواد مغذی می توانند به سیری کمک کنند. بنابراین با گنجاندن حبوبات در رژیم غذاییتان می توانید احساس سیری کنید و میلتان به شیرینی‌جات را کاهش دهید. بر اساس یک بررسی تازه، مصرف حبوبات می تواند به کاهش وزن نیز کمک کند. این موضوع بیشتر به خاطر تأثیرات مثبت کوتاه‌مدتی است که حبوبات بر روی اشتها دارد. 7. ماست. ماست یک میان وعده سالم و سرشار از پروتئین و کلسیم است. بر اساس برخی مطالعات، ماست یک میان وعده مناسب برای تنظیم اشتها و کنترل به میل شیرینی‌جات است. در مطالعه‌ای بر روی زنان با وزن سالم مشاهده شده کسانی که ماست یونانی سرشار از پروتئین را به عنوان میان وعده بعد از ظهر مصرف می‌کنند در ادامه روز کمتر از کسانی که هیچ میان وعده‌ای نخوردن یا میان وعده با پروتئین پایین‌تری مصرف کردند گرسنه شده و در نتیجه کمتر غذا خوردند. بهترین گزینه‌ها برای انتخاب ماست، ماست‌های بدون شکر و ماست‌های حاوی باکتری‌های مفید هستند. 8. خرما. خرما میوه خوش شده درخت نخل است. خرما سرشار از مواد مغذی بوده و طعم بسیار شیرینی دارد. با اینکه خرما خوش شده است ولی سرشار از فیبر، پتاسیم، آهن و ترکیبات مفید گیاهی است. مصرف چند عدد خرما به جای نوشابه های شیرین یا آب نبات و شکلات میتواند میلتان به شیرینی‌جات را سرکوب کند و مواد مغذی بسیاری را به بدنتان تامین کند. همچنین می توانید خرما را همراه با مغزهایی مانند گردو یا بادام میل کنید تا ترکیب شیرین و ترد دلپذیری بسازید. البته فراموش نکنید که خرما بسیار شیرین است و در یک وعده مصرف بیش از 3 عدد خرما نخورید. 9. گوشت قرمز، گوشت پرندگان و ماهی ها. گنجاندن غذای سرشار از پروتئین مانند گوشت قرمز، پرندگان و ماهی ها در وعده غذایی می تواند از میلتان به شیرینی‌جات بکاهد. اگر قصد کاهش وزن دارید، مصرف پروتئین میتواند راهی مهم برای کنترل اشتها، کاهش غذای دریافتی و کاهش وزنتان باشد. در یک بررسی، زمانی که شرکت کنندگان در رژیم غذایی کاهش وزن محتوای 25% پروتئین مصرف کردند، میلشان به مصرف برخی غذاها 60% و تمایلشان برای میان وعده آخر شب به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر رژیم کاهش وزن دارید، خیلی حواس مصرف شیرینی‌جات به سرتان میزند، از پروتئین های مانند گوشت قرمز، پرندگان و ماهی ها بیشتر در رژیم غذاییتان استفاده کنید. اگر گیاهخوار هستید، منابع گیاهی سرشار از پروتئین می تواند در این مواقع به کمکتان بیاید. 10. اسموتی ها. اسموتی ها نوعی نوشیدنی هستند که معمولاً از میوه ها، یخ و ماست تهیه می شوند. اگر حواس خوردن یک چیز شیرین به سرتان زد، اسموتی ها گزینه خوبی هستند. شیرینی میوه ها در کنار خاصیت سیرکنندگی ماست می تواند نیازتان به خوردن یک چیز شیرین را برطرف کند و مقدار زیادی مواد مغذی به بدنتان برسد. اگر می خواهید اسموتی درست کنید، بهتر است از میوه های کامل به جای آب میوه استفاده کنید تا مقدار بیشتری فیبر دریافت کنید. 11. نوشیدنی های گازدار بدون قند. نوشیدنی های گازدار نوشیدنی های بسیار شیرینی هستند که محتوی مقدار زیادی قند هستند. این نوشیدنی ها می تواند خطر بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های قلبی و دیابت را افزایش دهند. ترک کامل مصرف این نوشیدنی ها کار دشواری است. افرادی که به مصرف نوشیدنی های گازدار عادت دارند، پس از قطع مصرف نوشیدنی های شیرین هوس مصرف شیرینی‌جات به سراغشان می آید. مصرف نوشابه های گازدار بدون قند به جای نوشابه های گازدار معمولی باعث می شود تا بدون افزودن شکر و کالری به رژیم غذاییتان میل خود به مصرف شیرینی‌جات را سرکوب کنید. 12. آلو بخارا. آلو بخارا همان آلوهای خوش شده هستند. آلو بخارا مانند خرما سرشار از فیبر و مواد مغذی بوده و طعم بسیار شیرینی دارد. بدین ترتیب می توانید آلو بخارا را به جایگزینی سالم برای آب نبات و شکلات تبدیل کنید و مصرف شکر خود را به طور چشمگیری کاهش دهید. مقدار زیاد فیبر و قند طبیعی سوربیتول موجود در آلو بخارا می تواند به درمان یبوست کمک کند. سوربیتول نوعی قند الکلی طبیعی است که طعم شیرینی دارد و به آهستگی در معده جذب می شود. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودین. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه.
تا ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسینت، خدا نگهدار.